سلام دوستان صدا رو از گوشه چپتون میشنوین حالا از گوشه راستتون میشنوین حالا از هر دو ما یک سری برنامه براتون ساختیم کم به صدا اهمیت دادیم هم به تصویر خواهش میکنم اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد لطفا ما رو سابسکرایب کنید از همون پایین الان اون کار رو بکنید لطفا این سابسکرایب خیلی مهمه از ما حمایت میکنید برنامه در مورد موضوع مختلفه کامنت هم برامون بذارید مرسی شروع میکنیم از این میخوام بگذرم برسم به این ماراتونت ببین تو آدم بیزی حالا به نظر میای بیزی هستی یه سری حالا هر مواردی که گفتی و که میذاریم کنار صحبت کردیم در موردش تو یه ماراتونی شرکت کردی ماراتون کامل رفتی بله 42 کیلومتر رفتی 42 کیلومتر و 190 دو متر. آخرش شمردی؟ بله، میگم اون 92 متر پدر آدمو در میاره، <تصفح> کمش نکرد. ماراتون یه داستان بسیار عجیبیه. من تجربهش رو نداشتم به شخصه ولی نزدیک به فکر میکنم 60 70 نفر رو آماده کردیم برای ماراتون تو تستایی که میگرفتیم تستای پزشکی و میدونم از یک کیلومتر تقریبا سی به بعد تقریبا مغز دستور میده بدن نظر زیاد اونقدری متوجهش نیست تجربه ماراتونت رو چجوری دیدی چون من خودم واقعیت فکر نمیکردم تو 40 کیلومتر رو تموم بکنی چرا چون همیشه میخواستی ورزش رو به صورت جدی شروع بکنی بعد از بیزنس تا قدیم ورزش کار بودی میدم تو باشگاه انقلاب دورایی داری میزنی گفتم خب کاوم وزنشم داره میره بالا و دیگه ماراتون که <applause> اونجوری نیست که 42 کیلومتر رفتی زدی بارون هم میومد شدید آره بارون تگرگ با تو چه کشوری بود چه جوری شد چی شد شروع کردی به قصه ماراتون قصه جالبه سام کلانتری رو میشناسی بله کارگردان بسیار موفق مستندساز خوبم که اخیرا هم این فیلم جایی برای فرشان نیست که اگه فرصتی بود راجع اونم صحبت میکنیم حتما صحبت سامی خیلی چاخ شده بود و بعد من شروع کردم توی مقطعی که خودم چاق چاخ شده بودم که سامی بیاد قرارمون رو بریم راه بریم با هم حرف بزنیم این نمیتونست یه دور تو جاده تندرستی سربالای راه بیاد یعنی میگفت یه دقیقه بشینیم با این شرایط شروع کرد و آروم آروم از اونجا که بسیار آدم ویژه سامی و واقعا واقعا یکی از عجایب در حقیقت روی کره زمینه بعد از یه مدت شروع کرد به دویدن خب منم باش دیگه می دویدم و این همینطور شروع شد و رسید به یه دور و دو دور و یه روز اومد به من گفتش که کاوه میای ماراتون بود دویم. منم خب گفتم این اصلا نمیدونه داره راجع به چی حرف میزنه خب من اطلاعات خوبی داشتم راجبش آخرین دویی که, که زده بودین چند کیلومتر بود که این صحبته کرد شاید مثلا 5 کیلومتر دویده بودیم و با یه سرعت خیلی کم گفتم خیلی خب بیا با داییم. با این حرفو زدیم و سر تو در نم دو ماه بعد با یه دو تا تیکت اومد که من ماراتون مسکو ثبت نام کردم اینم بلیتامون اینم هتلمون این سهم تو برو بریم که دیگه اصلا من در یک عمل انجام شده عجیب غریب قرار گرفتم چرا رفتم خب دو ماه وقت داشتیم که تمرین بکنم شروع کردیم با سامی با هم تمرین کردن خیلی گپ و گفتمون چون در مسیر ساخت فیلم بود خیلی بهم به میچسبید سامی بسیار آدم در حقیقت گپ زدن باش خیلی میچسبه خیلی خوب حرف میزنه خیلی اندیشه درستی داره من دوست دارم سبک و سیاق فکر کردنشو خب این یه فرصتی شده بود که هم ما با هم صحبت میکردیم هم میدویدیم هم تمرین میکردیم یه هدفی هم به وجود اومده بود اما حقیقتا علی رضا اگه بهت بگم چیزی که با خودم فکر کردم این بود که یه مدتی از ورزش دورم همش تو این بنچ مربیگری میشینم به بچه ها میخوام خواستن توانستن رو نشون بدم اینکه چه شکلی میتونین موفق بشین بعضی وقتا تو چششون میدیدم که آقا این نشسته اون گوشه فقط هم داره داد میزنه هیچ فشاری فیزیکی هم روش نیست خب راحت این حرفا رو زدن و میخواستم به خودم نشون بدم و حتی به این بچه های خودم که آقا من فقط حرفشو نمیزنم به پای عمل اگه برسه خودم هم تو این عرصه وارد میشم و جالبه بهت بگم که با دوستانی که تو دو میدانی بودن با هر کی از مشورت میکردم یه جوری دیواری جلو ما میکشتن که امکان نداره به آخرش برسی اینجوری نمیشه باید فلان کلاس ثبت نام کنی یکی میگفت شما کج میدوین یکی میگفت فلانه به, به یه نفر این وسط جعفر مرادی که قهرمان ماراتون بود هر چی من بهش گفتم گفت برو بابا اصلا برو بود و حال کن بودم چی بخورم گفت هر چی دیگه وقتی میدوی هر چی دلت میخواد بخور گفتم زربان قلبم چی بشه گفتم من زربان من لحظه که شروع میکنم 182 و یعنی یه جوابایی که گفتم خیلی خوب حالا میریم فوقش به تهش نمیرسیم و حقیقتا بهت بگم اتفاقی که برای مفتدین بود که از کیلومتر 25 به بعد واقعا یه چیز عجیبی رو من تجربه کردم شاید از کیلومتر 25 تا 42 190 خورده ای فقط داشتم به خودم لعنت میکردم که این چه کاری بود اومدی توش ولی واقعا دیگه اصلا روم نمیشد از توش بیام بیرون خب تا آخرش هم رفتم خودم تنظیم کردم چون شما ماراتون زیر 6 ساعت اگه تموم بکنی بهت اون مدال فینیشر رو میدن تنظیم کردم رو پ... زیر 5 نیم برم جالبه که 5 و 20 دقیقه دویدم بعدا فهمیدم که اگه تنظیم میکردم زیر 5 برم حتما 4 و 90 و میتونستم 4 و مثلا 5 و 60 رو میتونستم بود دوام خب اون بعد اون فوشاکی میدادی بدتر میشد باز بخورم. آره ولی میخوام بگم که بالا اگه کسی میشنوه و این روزا توی این بحثای دو و اینا بله خیلی خوبه شما مربی داشته باشین خیلی خوبه منظم اینجور ولی من تجربه من تو این بود که مثلا یه زن چینی 60 ساله بغل من داشت با در حقیقت دمپایی میدوید و این اتفاق اتفاقی بود که حالا من رفته بودم کفش نایکی فلان مثلا ران خریده بودم و لباس عجیب و غریب و همه چیزم هم به بهترین نحو ممکن و فهمیدم یکی با لباس پلنگ صورتی می دوید یکی با لباس بتمن میدوید و این تموم کردن یه ماراتون روی 5 ساعت چند شد <تصفيق> <تصفيق> تموم کردن ماراتون توی پنج ساعت چیزی نیستش که غیر از اینکه مغزی شما لازمه به نظر من خودت روش تنظیم بکنی از هر کسی از پسش به نظرم برمیاد با یک فاکتورهای آمادگی جسمانی وابسته به سلامت مرتب و منظم و چیز پیچیده عجیب غریبی نیست به من خیلی سخت گذشت حتما به هر کسی دیگه هم که این تجربه رو بکنه به همین سختی خواهد گذشت چون شما میدونی دیگه بعد از مثلا سه ساعت چهار ساعت دیگه تمام منابع گلیکوژن بدن تموم شده آب بدن تموم شده و لاکتیک همه بدن تو گرفته کار سختیه اما هر کسی که روحی بتونه از پسش بر بیاد میتونه به زیر 6 ساعت تموم بکنه ما رو به اعتقاد بعد پا دوینام و بعدش من بعد شما به من تاکید کرده بودی که سلیر آب بخور من آب که نخوردم هیچ اولین مکدونالد گرفتم یه مکدونالد هم گرفتم با یه ماوشعیر خوردم ماوشعیر رو گفتم مت اتفاقا آره ماوشعیر و... خیلی مهمه خوب بود خیلی مالت داره دیگه توش خیلی بله. مال و خیر نه درز بکنم که ولی فرداش گرفتگی تمام بدنم جاله مثلا من رگای گردنم هم گرفته بود تا دور زمین. گرفتگی همراه هم بود اون به ماراتون هم ماراتونی بود که سرازیری سربالایی زیاد داشت ماراتون مسکو ماراتون درستی نبود برای اینکه ما انتخابش بکنیم خیلی سرد بود تو مسیر بارون میومد تگرگ میومد بارون هم خود وزن آدمو بیشتر میکنه آره من کفشام تو کیلومتر پنج خیس خیس شد و تا کیلومتر چلو دو خورده ای همینطور خیس خیس بود او او. و این سخت گذشت به هم حسابی اما جدا من پیشنهاد میکنم هر کس که ورزش میکنه یه بار این رو تجربه بکنه ما الان کسایی رو داریم که مثلا یه خانومی ماراتون در حقیقت مونبلان و ماراتون نیست اون اولترا, اولترا ماراتونه برای کوه مونبلان آره اونجا رو 172 کیلومتری هم چیزی دویده تو چلو اسکای رانر هم فکر کنم بله اسکای و خدمتتون عرض بکنم ماراتونی توی ژاپن داریم که 100 کیلومتر میتونن و این همش رد شدن از اون لیمیتاته و جالبه برات بگم دکتر من بعد از اینکه از اونجا برگشتم دیگه 10 کیلومتر دویدن واسم یه چیز عجیب و غریبی نیست شما باید ذهنی بتونی از روی اینا رد بشی و اتفاق خوبیه من پیشنهاد میکنم به تجربه کنم یه نکته جالب بگم شاید نشیده باشی انسان میدونستی از ان نظر استقامت از تمام موجودات زنده روی کره زمین بیشتره استقامت بدنی حتی آره. شطور نمیتونه به اندازه آدم یه تک بره انقدر آره اگه این نبودیم در... اینجوری نبود که همه در حقیقت گونه های جانوری رو نابود بکنیم و خودمون بمونیم و هر هم که دوست داریم پرورش بدیم مثل گاو و گوسفند و نمیدونم مرغ و اینا رو پرورش بدیم تو دنیا برای خودمون همه هم نابود بکنیم یه دزرمون حداقل از دایناسورها بیشتر خیلی جالب بود برای من که رو دو پا این همچین موردی هست در مورد جعفر مرادی گفتی ایشون قهرمان دو هست خیلی قوی خیلی کار درست فکر کنم بهترین باشن دیگه تو ایران تو الان بهترین ما تو ب... در حقیقت مسکو هم با هم دیگه دویدیم اونم آدم جالبی آره رکوردشون چند شد جعفر دو ساعت و 17 دقیقه دوی خب چرا فکر نمی‌کردی دو ساعت و 17 رو بزنی که گفتین اگه من 4 ساعت فکر می‌کردم بزنم دو ساعت و 17 فکر می‌کردم آره دکتر جالب بود چون بحث ماراتن شد چون وقتی داری راجع به دو ساعت دو ساعت و 17 دقیقه صحبت می‌کنی یعنی باید 19 کیلومتر 20 کیلومتر در ساعت بدوی بله و این فقط کافیه که یه بار رو تردمیل اینو چک بکنی که این 19 کیلومتری که اینا 42 کیلومتر رو باش میدوئن چند دقیقه میتونی تو اون حالا دقیقه. اینو می‌خواستم بگم به این برسم جعفر موردی یه بار قرار شد بیاد باشگاه مسابقه بده با بچه های باشگاه اکسیژن تو اکسیژن زعفرانی بودن من هم همه آماده کردن خودشونو گفتن آقا چندین ما خودمون آماده کنیم با ترد میل میخوام مسابقه بدیم با ایشون همه شروع کردن ورزشاشون و سرعتاشون رو تنظیم میکردن و دوازده شروع کردن دیدن چون تو باشگاه عرف و 56 شروع میکنیم شروع کردن 11 12 گفتن دیگه حالا ایشون میاد جعفر اومد همه دوربینا اومد و بچه ها رو ترد میل هم آماده شدن و دشمن رو زدن و شروع کردن بچه رو 11 جعفر ماردی رو 18 شروع کرد عددو رو 18 شروع کرد پنج نفر اومدن پایین چون واقعا میدونستن کاری نمیشه کرد یه سری دویدن 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 رفت عددو زد رو 21 22 برقای باشگاه رفت <تصفح> جدی دارم بهت میگم <تصفح> همینطوره همینطوره برقای باشگاه نمیدونم واسه اون رفت یا یکی که اپترد میل اومده بود پایین رفته بود برقرار خط کرده بود یه رکورد ثبت بشه دکتر اونایی که ماراتون شرکت کردن میدونن که, می که دسته بندی شده استارتو میزنن یعنی اول میان اون اتلیت هایی که اومدن پرو هستن و دعوت شدن میرن بعد گروهی که رو دو ساعتن بعد دو ساعت و نیم بعد سه ساعت چهار ساعت که ما که اون ته ته بودیم جعفر چون درست ثبت نام نکرده بود چون تو این چیزا اصلا اصلا هیچ گونه خد... تخصصی نداره فقط میدوه خدمت نرز که آره تمرکزشون یه مشاور خوبم نداره چون خیلی رفیق نزدیک منه من اینقدر راحت صحبت میکنم با جو جفر راش ندادن تو گروه اول بود دوه گذاشنش تو گروه دوم گروه دوم مبتدی ترن؟ گروه دوم خوبن ولی خب مثل اونا حرفه ای نیستن که دعوت شده باشن گروه اول رفتن مثلا پنج دقیقه بعد گروه دوم فرستادن جعفر رفت همه اینا رو گرفت او او او. یعنی اونایی که با اون سرعت میدویدن این خودش رو کشت رسید رسوند به اونا اونا رو هم گرفت و تو مسابقه هفتم شده البته و چون تو گروه دوم بود ولی با گروه اول رسیده بود تو سیستم برگزاری مسابقه یه اروری تشخیص داده بودن که این نمیتونه این اتفاق بیفته حذفش کردن فکر میکردن یه در حقیقت که بعد ما رفتیم اونجا یک کمیته فنی اومدن نشستن و برگردون نشد این همون لابی یک آقای عامل همشه تو کشتی میگه ما این آره. نفوذ رو نداریم شما اون نفوز اونجا البته <تصفح> خود اون داوره رو تو آسانسور خود جعفر دی با یه زبان شکسته بسته بهش گفت و بعد دیگه ما یه جلسه گذاشیم اونجا و برش گردوندن دوباره <تصفح> ولی میخوام بگم این در حقیقت این قهرمان خوب ماراتون کشورمون چه توانایی عجیب غریبی داره و امیدوارم که تا زمانی که دوران قهرمانیش است به اون چیزی که حقشه برسه یه نکته آخر در مورد ماراتن بگم اون عمق فاجعه رو شما ببینید نفر اول جهان نزدیک به دو ساعت میدوه فکر می‌کنم یک ساعت و 59 دقیقه چجاست یه ساعت و 59 و دقیقه دوید دیگه بچا یعنی که با سرعت هول و هوش 21 22 تردمیل رو شما شروع کنین 2 ساعت بدین من یک بار با سرعت 25 خاصین با میلاد درخشانی خواننده میلادم هم ورزشکار خوبیه با میلاد شروع کردیم ترت رو دویدم با 25 سرعتی دویدیم سریع ولی خدا رو شو استوری رو گرفتیم چون 30 ثانیه شد 30 ثانیه شد سرعت عجیب غریب بستیم کارو ولی واقعا عجیب اینو من به هر کسی میگم تعجب میکنن که این نفر اول ماراتون با چه سرعتی میده و واقعیت هم همین که میگه هم هر کی از امکانات میگه من اینو مثال میزنم اینا پا به شروع کردن دویدن رو تو آفریقا پا به رهنه بدون هیچ امکاناتی نفر اول بال. جهان میشن کاوه تو با توجه به اینکه زمینه از اسکیت داشتی اومدی هاکی رو من نمیدونم تو تو هاکی چه کاری کردی یعنی چجوری شروع کردی بحث هاکی رو حالا میدونم اسکیت مربوطه ولی کارهای بزرگی کردی که یکیش یعنی ثمره اصلیش میشه این فیلمی که من دیدم که اینجا جای فرشته ها نیست فرشته... جای برای فرشته ها نیست که الان همه بیل هم هست و تو فیلم ما هم هست میتونم برم ببینم این جایی برای فرشته ها نیست فیلم بسیار زیبایی بود من یه دور جست و گریخته دیدم خیلی بشینم دقیقم دوباره ببینمش ولی زمانی که قبل از اینکه این فیلمم بسازی من چون میشنیدم باهات با صحبت میکردم در حین ساختش هم صحبتاتو میشنیدم و فشار کاری که داشتین و کلا خودت میدونم قبل از اون نمیدونم یه اتفاقاتی افتاده بود که تو تو جهانی شرکت کرده بودی چون خودت ورزشکار بودی آخر شده بودی تو اسکیت آره آخر که کی... زیاد شده. تو هاکی آخر شده آره بودی جهان ببین من اسکیت خب ما اسکیت رشته های مختلف داره شاید جزو فدراسیونایی که خودش هفت تا فدراسیون داخلش داره من با اساسا اون موقع که ما شروع کردیم خب یه اسکیت عمومی بود اسکیت نمایشی کردیم اسکیت اگرسیف میکردیم پرش میزدیم اسکیت سرعت می کردیم هاکی هم بازی می کردیم تفریح ولی آروم آروم که رشد کرد خب هی تخصصی تر شد و من تو رشته های اسکیت بعد از اولین اعزامی که به عنوان قهرمان 300 متر شدم به مسابقات آسیایی اومدم و رشته اسکیت هاکی رو انتخاب کردم به عنوان رشته اصلی خودم ما سال 84 من کاپیتان دوم این تیم بودم رفتیم مسابقات آسیایی آخر شدیم و به تیم ژاپن دوازده بر دو باختیم و آخر شدیم یعنی نه لباس میدونستیم چیه نه بازی آسیایی آخر شدیم مسابقات جمالی. آسیایی یعنی آخر آسیا شدیم به حال تو جهان آسیا از همه جا ضعیف‌تره تو این رشته ورزشی ما تو آسیا آخر شدیم یعنی آخر جهان شدیم دیگه. حالا دیگه یعنی بدتر از ما وجود نداشت دیگه ما رو دورمون نندازه خیلی بدیم ولی ادامه <تصح> <تصح> <ادامهش> جالبه <تصح> ما از اونجا که برگشتیم یه اشاره هم کردی به صحبت هایی که من تو یکی دو سال گذشته تو سمینارهای مختلف از کامبک میکردم و این اتفاق که چه این جریان برگشت دکتر نکته جالب اینه که ما تو همین مملکت با همین گرفتاریها با همه این توجه نشدن ها تو یک رشته ای که سابقه تاریخی نداشت در ایران هیچکس دنبالش نبود طرفدار هم نداشت مردم هم دنبالش نبودن یعنی هر چیز بدی بگی در این رشته ای ما وجود داشت ولی ما توی جریان 13 ساله که خود این یک قصه طولانیه که چقدر آدما زحمت کشیدن چقدر مربیا زحمت کشیدن چقدر ورزشکارا زحمت کشیدن چقدر آدمایی که از در حقیقت مختلف تو دنیا به ما کمک کردن اما حاصلش این شد که سال 87 ما به مسابقات آسیایی رفتیم من سرمربی تیم ملی اسکیت که ایران بودم قبلش بازیکن بودی که اونجوری باخت بله بازیکن بعد شدی مربی بعد شدم مربی بازیکن بعد شدم مربی بعد شدم سرمربی تیم ملی بعد اینی که الان تعریف می‌کردی فقط مربی بودی 87 که رفتیم در حقیقت من سرمربی تیم های ملی بودم یه مربی آه. آلمانی کنارم بود که تیم پسرامونو کوچ می‌کرد یه مربی فرانسوی کنارم بود که همین جایی برای فرشته ها نیست تو فیلم میبینم. من پیشنهاد میکنم به همه جای برای فرشته ها ببینن ولی یه اعترافم باید بکنم که در حقیقت به یه خورده موفقیت زیاد از این فیلم و ساخت خوبی که سامی کنان کلانتی داشته اون رو یه ذره ظلم کرد به این موفقیت پسرامون یعنی شاید پسرای ما اونجوری که باید دیده نشدن من آرزو بود که کاش که یه فیلمی هم از این پسرها ساخته میشد با توجه به همین با همین شرایطی که سامی فیلم دختر ساخت برای اینکه پسرای ما سال 87 در حقیقت ما در همون مقابل همون تیم ژاپن ژاپن رو 6 1 بردیم و قهرمان آسیا شدیم چقدر عجیب بله ببین بله. تو اون تیمی که بازی میکردین چندین سال قبلش دوازده دو باختین و آخر شدین در آسیا که الان گفتیم ما رو دور <laughs> بعد رفتیم بردینشون شش... چند چند آره دیگه بعد ببین ما آروم آروم اومدیم جو دیگه بعد سوم شدیم تو آسیا بعد اومدیم من خودم مربی تیم بودم آره ولی تو... که همون شدیم. تیمو بردی دوباره آره و بعد برگشتیم و تیم ژاپن رو یک بردیم و شدیم آف. قهرمان آسیا و این اتفاق اتفاقی که به نظر من اتفاقی که میشه روش حرف زد میشه رفت دیتیلش در آورد که چه اتفاقاتی واسش افتاده و میتواند یک روزنه امیدی باشد برای تمام کسایی که بهشون توی این مملکت بیتوجهی میشه برای تمام جریاناتی که بودجه ندارن برای تمام جریاناتی که ریشه در این مملکت ندارن و سابقه تاریخی ندارن که اگر بخواهیم و اگر زحمت بکشیم و اگر استمرار داشته باشیم در تلاشی که داریم میکنیم و صبر داشته باشیم حتما به جایی خواهیم رسید که نتیجه بگیریم و البته فاکتورهای زیادی داخل این هست که مهمترینش اینه که همه چیز رو شما در زمین خودت ببینی قبلا هم من به این اشاره کردم و در حقیقت یک دل و متحد بتونی تیمی رو درست بکنی که در اون جریان کمک بکنن ما یه تیم پشتیبانی بسیار خوب داشتیم که آدما برای در راستای مسئولیت اجتماعیشون به این تیم کمک میکردن این اینا, اینا که میگی برای خانوماست برای آقایون ها. برای جفت تیم ها درسته حدود 50 نفر آدمی که از امریکا تا مالزی شبان روز در قالب مسئولیت اجتماعیشون بدون هیچ چشم داشتی فقط واسه کمک به این جریان به ما کمک کردن این برای همه چی پیدا میشه فقط بعد شما باید دست یاری دراز بکنی به سوی افراد و اون عامل دین که حالا بعدا راجع به کتاب با هم صحبت میکنیم و توش ببینی و خورد خورد کمک جمع بکنی تا بتونی از پس مشکلات بزرگ در بر بیای اتفاق دوممون خدمتتون عرض بکنم جذب ایرانی های مقیم خارج از کشور بود ما دو تا بازیکن بسیار خوب تونستیم از با یه کمپینی که از استفاده از سوشال مدیا پیدا کردیم تونستیم دو تا بازیکن خوب یکی از امریکا یکی از سوئد دو تا بازیکن جذب بکنیم ایرانیایی که با سیستم های اونجا رشد کردن و به حال این بدبختی که در مهاجرت ها برای ما به وجود اومده یه جا باید خیرش بهمون همون برسه و این خیر اینجا به ما رسید چه جالب این تو خانم ها بود یا آقایون تو آقایون چقدر خیلی جالب من بکنم که نکته سوم این بود که به هر حال ما هممون یه رویای مشترک داشتیم کسی دنبال منافع شخصی نبود از این تو و تونستیم در تیممون با این گروهی که کنار هم ایستادیم یک رویای مشترکی رو تعریف کنیم که هممون برای اون بجنگیم و این نتیجهش این شد که ما تونستیم چیزی که همیشه آرزومون بود و به دست بیاریم چقدر عالی که تو مسئولیتت برای این دوتا تیم چی بود؟ اسم تایتل سرمربی تیم های ملی اسکیت ایران ولی بهت بگم جالبه که من هم کار سرپرستی کردم برای اینا هم کار مربیگری کردم براشون هم سعی کردم به تبلیغات بکنم براشون یعنی این حالا شاید شا جالبه که ما عنوان سرمربی تیم ملی تو رشته دیگه نداشته باشیم اینجا به این جهت به وجود اومد که ما خیلی تنها بودیم ما خیلی از حتی بیاران خودمون هم با این تیم قهر بودن نمیدیدن راهی که بهتر از دومی براش به وجود بیاد به همین جهت که پول توش نبود انگیزه ای نداشتن خیلی زودتر ترکمون کردن حقم داشتن به جهت اینکه عمرشون رو میذاشتن و میدیدن نتیجه نمیگیرن یعنی هم بازیکن هم, هم دوستان هم اسپانسرها ها ولی این تیم با دست خالی و با روی زیاد و با صبر زیاد تونست به نتیجه برسه خیلی داستان جالبیه که خب عشق توش خیلی دخیره و اون اراده که هست من داشتم فیلمو که نگاه میکردم یه حسی داشتم فیلم و سام کلانتری کارگردانش درسته که ساخته بله تو تو ساخته کرده. اون فیلم که دخالتی ندیدی خیر تهیه کنندش حامد شکیبانیا و محسن شاه محمد میرابند که سرمایه گذاری این کار کردن کارگردانش سام کلانتریه و من هیچ نقشی نداشتم غیر از اینکه فضایی رو براش مهیا کردم که بتونن بیان این جریان بچه ها رو به تصویر بکشن جالبه انقدر خوش ساخته چون خانم هدیه صفیارین رو در حقیقت ادیتش رو انجام داده تدوینش تدوینش با ایشون بوده ایشون تنها زن اسکاری ایران و خدمت در،, در, کار تدوین بله باری بله و به نکته مهم اینه که انقدر خوش ساخته که بعضی فکر میکنن در یه فیلم میبینن ولی حقیقتا سامی با یه دونه دوربین کنار ما زندگی کرد و همه چیزی که شما تو این فیلم می‌بینین عین واقعیت که اتفاق افتاده همه با یه دوربینه همش با یه دوربینه اونجا که تو ماشینی اول فیلم داری صحبت میکنی ماشین توی ایتالین کروزه بله. دوربین هم از بغلت از جلو داره می‌گیره یه از پشت داره, از داره اتفاقا شاید های تو تهران رو شاید با دو تا دوربین کردم ولی مثلا ما تو مسابقات دیدم بله بله <laughs> به حالا درست میشه <applause> یه جاهایی توی ایران با دو تا دوربین بود ولی خب چون بودجه عجیب غریبی نداشت فیلم اساسا این اصلا نکته ای مهمی نیست درست می نه اونو یه دوربین کاشته بودن یه دوربین عقب داشت میگرفت چون کار یه ذره تو این کار هستیم ولی فیلم جالبیه اینو حالا برای طنزش گفتم زیاد مهم نیست حالا مستند ساختنش انقدر رئاله که منم پیشنهاد میکنم ببینن همه اون <applause> چیز جالب که تو سرمربی شدی همه رو رسوندی به اول خودت که بازیکری آخر شدی یعنی <applause> تو تیم نباید بری فکر کنم بود آره این نشون میده که من نباید زیاد البته به میدونم من بازیکن خوبی بودم ولی خب, <applause> خب امکانات مهیا نبود ولی اون داستان جالبیه از تو حاکم فکر میکنم خود فدراسیون رئیس فدراسیون های شفی بود <applause> ما فدراسیون اسکیتیم اسکیتینگ آره و جالبه. او یه جدا بله. اون یه هاکی جداست بله اون هاکی رو چمن و هاکی سالونه رشتهایی که با اسکیت مربوط میشه زیر مجموعه فدراسیون اسکیت ما یه رئیسی هم داریم آقای بهمن محمد رضایی این آدم خیلی آدم خوش شانسیه و ما هم در حقیقت پرمون به پر شانسیشون گرفته و تو این سه سالی که ایشون رئیس فدراسیون شده از دوستای بسیار قدیمی من دبیر فدراسیون بوده آدم خوش قلبیه آدم عجیب و غریبی نیست نماینده مجلس و پولار و نمیدونم این حرفایی که تو فدراسیون میزنن ولی من با حضور ایشون فهمیدم که خوبه که یه آدمی صبح تا شب فقط تو فدراسیون باشه شاید کار عجیبی برای ما نکرد اما به سنگ هم ننداختن و سنگ ننداختن و همراه ما بودن و بسیار در حقیقه هر جا انتخابات شرکت کرده رای آورده هر امکاناتی بوده برای اسکیت به وجود اومده و ما دو سه سال خوبی پشت تو اسکیت چقدر جالب تا الان در مورد کاوه صدقی صحبت کردیم و فکر میکنم یه اصاره ای از کاوه صدقی زندگیش رو بررسی کردیم که زندگی هر شخصی وقتی بررسی میکنی هر قسمتش یه نکتهایی داره که به درد خیلی میخوره من بعضی وقتا هر برنامه دارم خودم فکر میکنم یه سری برنامه هم بورینگه میبینم مردم کلی ریاکشن های خوب دارن نشون میدن به اون قسمت کاوه تو دو تا کتاب نوشتی درست میگم دو تا سه تا بله دو تا سومش هنوز بیرون نیومد یکیش سفر به سمره این کتاب فکر می کنم افتخار داشتم اولین کسایی باشم که این کتاب رو بگیرم یکی کتاب دیگه که بود قدرت بیپولی بود اگه بخوای برام در مورد این کتاب توضیح بدی من میخوام بدونم سفر به سمر اگر بخوایم اول بگیم یه جورایی زندگی ته خلاصشه یا نه دکتر من اول رو به دوربین نگاه میکنم و میگم که شاید ما درس عبرت باشیم برای کسایی که نگاه میکنن زندگیمونه ولی شاید کسی استفاده ویژه نتونه بکنه اینم تعارف نیست واقعیت برای اینکه من اعتقادم اینه که آدم ها اشتباهاتشون همیشه بیشتر از کارهای درستشونه من یه بار دو سال پیش نشستم 220 تا پروژه مختلفی رو که از اعزام های ملی تا باشگاه ها تا هر چیزی که نوشتم موفق و غیر موفقش رو درآوردم، حدود در حقیقت 80 درصدش غیر موفق بود 80 درصد پروژه یعنی موفق نمیشد 20 درصدش موفق میشد آره یعنی من میخوام برات بگم که مثلا ما مسابقات به المپیک زمستانی باز بازی های قاره ای رفتیم در ساپورو ژاپن اصلا تیم بازی ندادن اونجا یعنی شما فکر کن فاجعه از این بیشتر چه اتفاق میتونه بیفته ولی مردم اساسا وقتی تو رو نگاه میکنن اون موفقیت ها و اون پیک های قله ها رو همیشه میبینن این کتابایی که بهش اشاره کردی سفر به سمر قرار بود یه چیز دیگه در بیاد یه چیز دیگه شد یعنی <applause> من خودم دنبال این بودم که یه تئوری در حقیقت مدیریتی و یک اندیشه که من در جوانیم داشتم و بنویسم یه قصه های از زندگی شد، مجبور شدم بگم که انقدر که اون قسمتش جذب کرد اون کسایی که کتاب خوندن بعدش مخاطبین من هی گفتن که کاش که بیشتر راجب این توضیح میدادی اما این کتاب راجب چی بود این کتاب روم باستان بهش میگفتن یودایمونیا یا اقنا شدن در حقیقت ما یه تعبیری داریم از خوشحالی و خوشبختی که به نظر من تعبیر گنگ و پیچیده ایه. یعنی شما وقتی در آسایش هستی وقتی همه چیز داری وقتی رفاه داری در حقیقت غالبا خوشبخت نیستی یعنی اینها هم خوشبختی همراه اینها نمیاد خوشبختی همیشه هم در یک جریانی به وجود میاد که غالبا شما داری سختی میکشی ولی احساس خوشبختی میکنی شما وقتی میخوای رئیس جمهوری مملکتی بشی وقتی میخوای یه سمتی بگیری وقتی وارد کسب و کاری میشی قرار نیست راحت باشی قرار سختی بکشی ولی احساس خوبی بهت دست میده در گذر اون سختی ها کتاب سفر به سمر سعی کرده این رو بگه که چگونه شکست ها میتونه پلی باشه به سوی موفقیت خارج از کلیشه یعنی یک تجربه بسیار واقعی رو نشون میده که ماها که تو ورزشیم چه شکلی اینو تمرین میکنیم که امروز اول میشیم ولی این اولی هیچ گارانتی به تو نمیده که دفعه بعدی هم بتونی همون بالا باشی و اون یک لحظه است و اون یک لحظه ها چقدر شیرینه و شکست ها تو رو چه میتونه به سمت اون لحظه های شیرین هدایت بکنه و بعدش هم دنبال میکنه جریان رو به اینکه چه شکلی شما میتوانی سختی بکشی اما در حین سختی کشیدن آدم خوشبختی باشی و این خوشبختی و اقنا شدن رو در حقیقت درکش بکنی و بتونی لمسش بکنی فکر میکنم کمک میکنه به مخصوصا جوانترها اگر این کتاب رو بخونن که از این راحت طلبی و این یک شب پولدار شدن و این جریانات موفقیتی که این روزها تبلیغش میشه مسیر خودشون عوض بکنن به اینکه این مسیر است که اولویت داره نسبت به هدف یعنی ما یک هدفی رو برای خودمون تنظیم میکنیم که توش یه راهی رو بریم و اون راه توش اتفاقاتی براتون میفته که لزومن اون هدفه اونقدر لذت بخش نیست رسیدن بهش که تو این مسیر قرار به شما خوش بگذره اصلا وقتی به هدف میرسی دیگه لذت تموم شده واقعاً <تصفح> حالا شما که شما پزشکا بهتر میدونی که وقتی به اون هدف میرسی دوپامینی تو ترشح میشه که اگه همونجا هدف بعدی رو تر... تنظیم نکرده باشی واسه خودت میفتی توی مسیر افسردگی و یه دیپرشنی سراغت میاد ما آدمای موفق کم نداشتیم که یه هدف داشتن بهش رسیدن و به خاطر اون موندن و چون دیگه موفقیت دیگه براشون ایجاد نشده برای اینکه اون داپامینه رو بتونن به وجود بیارن تن به هزار تا اتفاق دیگه دادن و دنبالش دیپرشن و هزار تا بدبختی و جریانات دیگه پس سفر به سمر که اتفاقا شما گفتین جزو اولین کسایی بودی که خوندین خیر شما قبل از اینکه چاپ بشه خوندین برای اینکه فصلی که من راجع به سلامتی فردی صحبت کردم رو قبلش با شما چک کردم خیلی هم به من افتخار دادی ایرادم از هم زیاد گرفتی نه، نه، <laughs> اتفاق خوبی بود برای من و شما هم کمک کردیم در چاپ این کتاب کتاب دوم قدرت بی ترجمه است پاز من به سفر به سفر رو یه چیزی شو بریم تو قدرت بی پولی کتاب بعدید اون قسمتی که الان اشاره کردی که من فکر کنم در یه خط بود کتاب من کمک نکردم یه خط رو فقط صحبت کردیم من مشورت در مورد خواب دایی صحبت میکرد من اینو خیلی دوست دارم تو هم بشنوم و خیلی دیگه هم میخوام سوالو بپرسم این که انسان ها حتما باید صبح زود خواب باشن پنج صبح شیش صبح دقیق این تو موفقیت آدم ها واقعا تأثیر گذاره یا نه چرا دارم اینو میگم من آدم میشناسم که دوازده زور خواب پا میشه ولی همیشه دوازده زور پا میشه همه کاراش هم رو برنامه دوازده صبح بعد انجام میده نمیگم خوبه آدم موفقیه میشناسنشم از اون شب دیر میخوابه یعنی تا ساعت ممکنه مثلا سه چهارم هم با دوباره یه کارهای دیگه بکنه میخوام بدونم ریتم صبح زود خواب باشدن این 5 ایمی که خارجی ها میگن مهمه تو موفقیت یا نه ببین وقتی شما راجع به ساعت بیولوژیکی بدن صحبت میکنی مهمه برای اینکه به حال ما با آفتاب باید بیدار بشیم وقتی آفتاب میره به حال حتی گیاه ها رو فتوسنتزشون حتی جذر و مد هم این تاثیر رو نمیتونیم ندیده بگیریم ولی اگه شما صرافی 11 و قیمت تا یا 11 به وجود در میاد تازه لازم نیست ساعت 6 صبح بلند شی یا اگه یه کلابی رو داری ران میکنی یا یه مجموعی که شب داره کار میکنه خب اصلا حماقتی که تو ساعت 8 شب بری بخوابی بر که تازه ساعت 11 شب کارت شروع میشه من میخوام بگم که ما دستکاری کردیم تو این تعاریف اما چیزی که من اون تو سعی کردم بهش اشاره بکنم اینه که خیلی ها این روزها به خاطر فکر زیاد چوا راحت نمیخوابن من جدی معتقدم که اگه شما به یک مدت طولانی بتونی صبح زود بلند بشی شب دیگه فرصت فکر کردن پیدا نخواهی کرد و اگر کسی داره آزار میبینه از این بیخوابی های شب به جهت افکار زیاد راهش اینه که صبح زود باشه و شبا به خاستگی زیاد بخوابه این اتفاق خوبیه اما اینکه این دنیا این روزها دیگه داره به 24 ساعت نزدیک میشه یعنی ما به خاطر در حقیقت این فضای مجازی و این اتفاقاتی که وجود داره شرایطی به وجود اومده که دیگه اون زمان فعالیت در نور روز وجود نداره این حرف برای وقتی بود که بازارها ساعت مثلا هفت صبح شروع میکردن کارشون میگفتن اگه تو شیش صبح باشی خب موفقیت های بیشتری به دست میاری ولی من تاثیر خودش رو تاثیرش رو تو ورزشکارا دیدم کسایی که مثلا ساعت ده و یازده شب میخوابن تا ساعت شیش صبح ریکاوری بهتری تو بدنشون اتفاق میفته این که دیگه چیزیه که ثابت شده و این به جهت فاصله زمین از خورشید اتفاق میفته و به جهت های دیگری که این اتفاق وجود داره اما شاید لازم باشه این اتفاق ولی واجب و کافی نیست یعنی این نیستش که شما خیلی آدم هم داریم شش صبح بلند میشن هیچ چیز دنیا گیرشون نمیاد این باعث موفقیت نمیشود اون طرف دیگه هم حرف شما درسته که خیلی ها رو هم داریم که صبح دیرتر بلند میشن ولی به کار و زندگیشون بیشتر دارن میرسن و خیلی موفقن پس پس تو نکته که اشاره کردی تو کتاب بیشتر خواستی هدفت چی باشه در مورد خواب من خواب راحت شب و ریکاور رو بهش فکر می‌کردم که شما بالاخره باید یه 8 ساعتی خواب داشته باشی و اگر که می‌بینی شب‌ها افکار اذیتت می‌کنه باید صبح زود بلند شی که شب‌ها زودتر بتونی به خوابی تا از اون خلاص شی و اینم یه پروسه 20 21 روزه می‌خواد برای اینکه تو بتونی به اون برسی هدف اصلا این نکته خیلی مهمه که خواب برای اینکه ریتمش تنظیم بشه شما اصولا هر شب هر ساعتی که می‌خوابی بعد همون ساعت روز بعدش هم بخوابی دقیقاً و اگر بخوای این ریتم رو با هم بریزی که تو کتاب تو هم در مورد ملاتونین اشاره شده بهش اون یه ذره داستاندار میشه و برای تنظیمش باید نیم ساعت نیم ساعت نیم ساعت عقب جلوش بکنیم که برسه به اون تایم من خیلی باهات موافقم با این داستان که آدمو اگر با ریتم شبانه روز با ریتم خورشید و زمین از خواب پاشن به علت اینکه بیولوژی که بدن ما به این صورت هستش موفقتر میتونن بشن در این حال اون حسی که شما وقتی دیر از خواب پا میشی یه حسی به شما میده که انگار یه قسمت از زندگی یعنی همه حرکت کردن تو دیر داری پا میشی درسته مثل اینه که مثل یه ماراتونی میمونه که حرکت کردن رفتن تا 6 ساعت بعد میخوای بری حالا ادامه بدی تازه برسی به اونا موافقم با این من اونو فقط به عنوان مثال گفتم که نظرت رو بپرسم چون همه سری میگن که سرخیز بودن خوبه خواستم نظرت رو هم این مورد بدونم چون خیلی نکته مهمیه در مورد کتاب دیگر قدرت بیپولی اینو من نرسیدم بخونم لازمم نداری دکتر زیاد اه... چون تو آدم پولداری هستی <الحق> نه با <ما> پول <الحق> <الحق> شما اگه هزار تومن هم داشته باشی پول داری دیگه آره چقدر <الحق> <کی> داری مهمه <الحق> دکتر من چی شد رفتم سراغ این کتاب من سال 2009 شانس این داشتم که تو یو سی دوره ای رو برداشتم و اونجا یک یه استادی داشتم که چون من هی کسب و کاری موضوعات رو نگاه میکردم به من گفتش که یه برنامه هست به اسم شارک تانکس که اینو ببین راجب کسب و کار هست. مثل همین در حقیقت مسابقه ها و شوهایی که میان مسابقه میدن کسب و کارها میان ایتون. من اونجا با دیمون جان آشنا شدم که یکی از مجریه این برنامه بود یه خورده زندگیش به خودم هم میخورد یادم بود که در حقیقت از کف خیابون ها اومده بود در شروع کرده بود خیلی استریت استایل باز بود تو لباس توی همه چیز و بعد جالبه وقتی میخواستم این کتاب سفر به سمر رو بنویسم حسین یاخچی به من پیشنهاد کرد که یه کتابی رو که این روزها راجع به کسب و کار نوشته شده رو بخون که خورده به روز باشید من سرچ که کردم این کتاب رو پیدا کردم پاور آف بروک یا همین قدرت بیپولی که شروع کردم اینو خوندن که بتونم در حقیقت ازش یه خورده استفاده بکنم تو ریتم کتاب خودم انقدر علاقه من شدم بهش این کتاب رو ترجمهش کردم این کتاب ترجمه است و جالبه به شما بگم که کل حرف این کتاب اینه که چیزی که شما در صدد به دست آوردن نشستی پولی که الان تو جیبت نیست ولی میخوای به دستش بیاری جایگاهی که الان نداری ولی میخوای بری تو اون جایگاه بشینی قدرتی رو به تو میده که اگه اون پول همون موقع تو جیب تو باشه این قدرت رو به تو نخواهد داد و این اتفاق اتفاقیه که با قصه های بسیار جالب و دوست داشتنی و قابل لمس تو این کتاب گفته یعنی شده. چند تا قصه است توی یک کتاب درسته آره تعداد زیادی قصه است از, 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 از آدمای مختلف, مختلف. چرا بله از آدم های مختلف از کسب و کارهای مختلف که اینا اومدن و در حقیقت دیمون جان باشون توی همین برنامه شارک تنک آشنا شده اومده اینا رو بررسی کرده یه خورده از زندگی خودش گفته و یه خورده قصه هایی که فکر میکنم همش الهام بخشه برای کسی که این روزها بزرگترین دقدرش اینه که چون من پول ندارم دست به فلان کار نمیزنم و این خیلی روشن به نشون میده که اون انگیزه مهمه نه اون پوله که تو جیبه خیلی سرفصلاش جالبه من الان دارم نگاه میکنم اصلا میخونم باورم نمیشه که نوشته بلند شو سخت باش پول همه چیزی رو تغییر نمیده و بی پولی فقط به خود فرد مربوط نمیشه خودت آن تغییر باش خیلی مطالب جالبیه که اینا هر کدومش زیر داره که متفاوت باش مهر... مهربان باش سرگرم کننده باش دکتر یه مقدار وقتی کتاب رو میخونی ماش. حرفا حرفای ما این روزا تو این بازار زرد سوشال میدیایی که آدم ها حرفای قشنگ میزن از این حرفا زیاد میشتمیم ولی این حرف نیست اینا یه سری واقعیت هایی که وقتی که میخونی لمسش میکنی که وقتی که به, به تو میگه همه چیز پول نیست یه مثالی رو میزنه راجع مثلا شش نفری که بهشون پول دادن تا یه کاری رو ببرن جلو و بعد یک گروهی اون پول اصلا میذارن کنار بدون اون پوله میرن یه چیزی رو به دست بیارن این کتاب نشون میده می بله و بله. شما چون تجربه آدم ها رو میبینیم لزوما هم اینا راهکارهای خوبی برای هر فردی نیست اما من مطمئنم هر کسی تو مسیر خودش میتونه با خوندن این کتاب جرقه تو مغزش زده بشه و به یک ایده برای کار خودش برسه و این میتونه این کتاب این کمک رو بکنه چقدر جالب که یه جورایی اصاره هی. زندگیت رو فعلا تو یه کتاب با ترجمه یه کتابم که خودت نوشتی فعلا دادی بیرون کتاب دیگه میخوای بدی؟ یه کتاب با سام کنتایی داریم راجب دو می نویسیم خیلی گیر کرده یعنی انقدر سرمون شلوغ شده گیر الان رفته از اولویت همون بیرون و داریم تجربه خودمون رو به عنوان دوتا آنم آماتور برای اینکه از حرفه ها زیاد میشنویم از دویدن ولی به عنوان دو تا آدم آماتوری که دونده نبودیم نیستیم هنوزم والا چون امکان داره بعضی از دوستان بشنون دوستان عزیزی که تخصص دو میدانی دارن ما ادعای دونده بودن نمی کنیم میدونیم هم کج و میدویم ولی تجربه جالبی داریم تجربهمون برای خودمون منحصر به فرده و فکر میکنیم که تعداد بیشتری از آدم های روی کره زمین هستن که دونده نیستن و تجربه مشاهد به دردشون بخوره تا آدمهایی که دونده هستن و حرفه‌ای هم فکر تعدادشون کمتر و همین جهت هم داریم اون رو سعی میکنیم که بنویسیم خیلی خوب جلو رفیه تقریبا 50 درصد کتاب جلو رفت بعد دیگه به خاطر این هیاهویی که واسه این فیلم جایی برای این هم چهار تا جایزه توی جشنواره حقیقت برد سیمرغ برد امسال سیمرغ توی سیمرغ جشنواره فجر جشنواره فجر توی چه قسمتیش مستند برای که حالا بله تنها یعنی موفق ترین مستند سال 98 شد دیگه در حقیقت و خدمتتون عرض بکنم که با انبوه جایزه‌ای که برد حالا کلی اکران بنومعلی قرار بود بریم که متاسفانه به جهت این کرونا کنسل شد اما این اکران فیلم آنلاین این روزا خیلی داغ ما تا حدوداً امروز که داریم این پادکست رو داریم به ضبط می‌کنیم امروز ما ششم مردادیم تا 19 روز دیگه روی فیلیمو جزء فیلمای اول فیلیمو هستیم که داره اکران میشه و همینطور یعنی فیلم که بعد بیلیتو بخرن بعد دیگه میره تو فریایی می که خود فیلمو بله ولی بخرید بچا بخرید آره امیدوارم که احا. بخرن در من که نه سرمایه گذاری که من نفی از این فیلم دارم ولی واقعا زحمتی که کارگردان و تهیه کننده این فیلم کشیدن امیدوارم که مردم قانونی ببینن این فیلمو و اون یه خورده باعث شده که تو این کارمون متوقف بشیم ولی حتما چیز با نمک جالبی در میاد از آب داریم روش کار حالا برای اینکه بحث رو هم ببندیم وقتت رو بیشتر نگیرم از اول برنامه میام با آخر مثل فیلم خودت میخوام فلش بزنم به اول صحبتی که داشتیم که در مورد کرونا بود که واقعیت داره کاری میکنه که باشگاه ها بسته بشه انقدر داره فشار میاره چون واقعیت شما وابسته این به اینکه آدم ها حضور داشته باشن حضور فیزیکی داشته باشن و مشکل اصلی کرونا هم اینه که فاصله فیزیکی باید رعایت باشه فاصله اجتماعی لغت اشتباهی که همه جا به میبرن فاصله اجتماعی یعنی ما تهرون رو ببریم بذاریم مشهد مثلا فاصله اجتماعی فاصله فیزیکی بین افراد اه، نمو اه، و رسیدی به اینجایی که به علت اینکه حمایت نمیکنن همه جا نمی بیمه ها نمیدن و اینا معادلش رو بخوایم در نظر بگیریم کشورهای خارجی آیا باشگاه ها اونجا هم دارن ورشکست میشن آیا دنبال میکنی اصلا خبری داری بله خیلی اونجا شدید. چه خبره ببین اونجا از شهروندای کشورهای توسعه یافته تا کسب و کارها کمک های جدی دارن میگیرن یعنی اگه شما با یکی تو امریکا و کانادا این صحبت بکنی از پرداخت چند هزار دلاری در ماه صحبت هست و به هر حال کمک های پزشکی و بهداشتی که داره میشه ما تو این کشور الان بحثمون بحث کمک نیست علی رزای عزیز من این روزها به همه میگم حالا من کتابای خودم دنبال این بودم میشه که آقا تو رو پای خودت وایستا من بحثم اینه که این روزها کسی مسئولیت های خودش رو انجام نمیده یعنی وقتی اول بحثم گفتیم تامین اجتماعی که 20 سال از یه کارگری پول گرفته بابت اینکه یه روزی اگه این بیکار میشه یه روزی اگر از کار افتاده میشه یه روزی اگه بازنشسته میشه حقوق اینو بهش پرداخت کنه ما میبینیم بازنشسته ها میگن پول ما رو به ما نمیدن میبینیم که کسایی که کارگاهاشون تعطیل شده پولشون نمیگن این بحث بحث کمک نیست بحث انجام حداقلی مسئولیت هاست که اتفاق نمیافته و نکته دوم این که چشمندازی برای آینده وجود نداره یعنی شما وقتی به آینده فکر میکنی من شکی ندارم از همین طریقم به همه همکاران خودم تو صنایع ورزشی میگم که اکوسیستم ورزشی جهان داره تغییر میکنه اتفاقات عجیب و غریبی دوره میفته عادتهای مردم داره تغییر میکنه ما باید خودمون خلاقانه به فکر این باشیم که فاصله های اجتماعی رو رعایت بکنیم پروتکل های خوب رو رعایت بکنیم بتونیم تجربه جدیدی برای مردم ایجاد بکنیم با حالا هم همزیستی با کرونا برای اینکه من اعتقادم اینه که ما به این راحتی از شهر کرونا خلاص نمیشیم بعضی هم میگن نه امکان نداره باید به زودی من یه ویروس دیگه مثل اچ الان 70 سال از پسش بر نیومدیم حالا اون شیوه انتقالش به شیوه دیگه اتفاق میفته این راحت تر داره یعنی درد این ویروس کرونا اینه یعنی که راحت تر داره اتفاق میفته ولی اینکه ما حالا حالا از این حالا الان بحث یه سال و دو سال است ولی اگر حالا حالا هم از شهرش خلاص نشیم حالا اینم یه خورده کار شما هم من وارد میگن واکسنش داره پیدا میشه اما از اونور میگن یکی که قبلا گرفته دوباره دو هفته بعد دوباره دو چهار میشه خب کسی که قبلا گرفته دوباره میگیره خب این واکسن چی کار میخواد بکنه خب ببین یه مسئله جالبی رو که شروع کردی چون ما یه پادکست هم با هم داشتیم پادکست که نبودی لایو بود قبل از اید من همچنان بر این باورم و دوستانم که کرونا تمومی که نخواهد داشت یعنی تا دنیا دنیا هست از نظر شخصی من اینه که کرونا خواهد بود چرا که آنفولانزا هست و خواهد بود آنفولانزا هم واکسنش میاد یعنی هر سال داره میاد و هر سال هم داریم کشته میدیم تو فلانزا. ترس از اینو دارم که امسال کرونا و فلانزا با هم میان تو کار در زمستان پاییز امسال مشکلمون دو تا ویروسه که با هم تو بعضی بدن میاد که میگی فرض کن چه اتفاقاتی میفته ولی وقتی واکسن میاد اون ریت میاد پایین اون همزیستی که میگی ما آردی همزیستی داشتیم همزیستی خواهیم داشت ما صد تا خانواده از ویروسها داریم که این 100 تا هر کدومش کلی زیر مجموعه و و فامیل دارن که یکی از اینا کروناست که یه زیر مجموعش کوویده یعنی ما همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم در فضا هست همین الان که داری اون تمش و میذاری تو دهانت کلی باکتری و ویروس و اینا هم هست ولی خب میره تو سیستم های دفاعی بدنمون اینکه مصری بودن بسیار زیادی داره این کرونا بدبختی همه جاست که داره کلپس میکنه سیستم های بهداشتی و واکسن که بیاد این ریت میاد پایین تر و اگه دقت کنیم ما زمانی داریم هم میکنیم که دیگه بیمارستان ها پر میشه کاری دیگه نمیشه کرد ببخشید پسر وزیر هم باشی دیگه موقع جا پارک میگم جا پارک... جای چیز نیست واقعا من جا چون تو پارکینگ شده چیز <laughs> <laughs> تو پارکینگ ها <آن> <laughs> و واقعیت الان ممکن این صحبت ها هم که داره پخش میشه که یه ماه بعده، دو ماه بعده، نمیدونم ریلیز دیتش که برای برنامه الانمون فکر میکنم کورونا باز بدتر خواهد شد برای همین من میگم واقعیت تو داری میگی پس همه جای دنیا کمک دارن میکنن به بیزنس من حس میکنم ما در کشورمون یه مشکلی داریم نظر شخصی می که صد هزار تومن پول داریم یه میلیون باید هزینه کنیم الان شرایط فکر میکنم شده که کل دولت و سیستم و همه چی داره ارجعیتاشو میبینه کجا پولو خرج کنه کار ندارم اشتباه میکنن یا هرچی من میگم پولت پولی که دستشه کمتره تا جایی که باید خرج بکنه مجبور بذاره رو ارجعیتاش مملکت هم خیلی خوب بالاخره خرجای زیاد زیادی داره که درآمد باید داشته باشه ما بر درآمدمون در کشور پایینه که خیلی کارها میتونیم انجام بدیم که نمیتونیم انجام بدیم و تو میگی تو کشور پیشرفت و فوق پیشرفت داره دولت بهشون کمک میکنه یعنی اجاره هاشون رو میده و همه چیزشون رو داره پرداخت میکنه یا یعنی بعدا با بعد پولش بهش بدن یعنی بلا چیزی قبلا یعنی. دادن ببین دکتر شما وقتی ببین ما وقتی راجع به دولت ها صحبت میکنیم دولت ها که یک شخصیت حقوقی دارن و به کسی که صاحب کشور نیست که ما تو این مملکتی داریم زندگی میکنیم که هزینه هاشو خودمون داریم میدیم داریم به تامین اجتماعی خودمون پول میدیم داریم به انهای مختلف داریم این پول رو در اختیار دولت میذاریم که در مشکلاتی که به وجود میاد اون بتونه تصمیم سازی بکنه و پرداخت بکنه شما رئیس جمهور امریکا که از جیب خودش پول نمیده این داره از خزانه این پول رو میده که حالا یا به عنوان صندوق ذخیره ارزی یا به عناوین مختلف این پول از توسط خود مردم جمع شده منابع اون کشوره و بحث الان دقیقا همین بحثه که متاسفانه و متاسفانه ما دو تا فضا داریم یکی اینکه دولت پولش رو کجا خرج میکنه یکی اینکه دولت به تعهدات خودش عمل بکنه من فعلا وارد اینکه دولت پول کجا خرج بکنه اصلا نمیشم و خودم رو در جایگاهی نمیدونم که تو این حوزه وارد بشم اما ارزم اینه که دولت باید به هر ترتیبی هست حداقل تعهدات خودش رو اجرا بکنه ما وقتی راجع بیمه بیکاری صحبت میکنیم این حداقل چیزی نیستش که نگوشبل نیست ما نباید بشینیم راجع به این بحث بکنیم یه کسی قبلن... هیاته. بله یه قبلا پولی داده الان بیکار شده و من حالا اگر که این با موضوع رو هم جمع بکنیم دکتر من یه بحثی رو ب... نمیدونم این قصه پیاز و شلاق و جریمه رو شنیدی یا نه ولی اساسا موضوع اینه که میگن یه کسی خلافی میکنه بهش میگن یا باید صد تا پیاز بخوری یا باید 100 تا شلاق بخوری یا صد تا سکه طلا بدی خب میگه معلومه من 100 تا پیازو میخورم پیاز دوم به سوم که میرسه دیگه اشکش در میاد و شروع میکنه تهو میگه غلط کردم شلاقو میخورم شلاق دوم به سوم میرسه گوشتش بلند میشه میگه غلط کردم صد تا سکه رو میدم هم پیازو میخوره هم شلاقو میخوره هم صد تا سکه رو میده موضوع کرونا و این همه گیری در کشور ما این اتفاقی که ما هم پیازه رو خوردیم هم شلاقه رو میخوریم و آخر باید اون جریمه ها رو بدیم ما بحثی که من در فروردین ماه دنبالش بودم این بود که ببینین حالا شاید این حکومت نظامی حرف جذابی نباشه واسه کسی ولی به چین همین کارو کرد چین یه حکومت نظامی کرد که هر کس از در خونش میاد بیرون فیلم ما شما میدیدیم با چوب و چماق میزدنشون یعنی وقتی بحث سلامت و جون مردمه اصلا کسی یه ماه از خونه اگه بیرون نیاد میتونیم ما این اتفاقای مدیریتش بکنیم ولی اتفاقی که از ما از روز اول نیمبند با این موضوع برخورد کردیم من همه حرفم رو تعطیلی با من اصلا موضوعی ندارم باشگاه تعطیل بشن ولی بحث اینه که آیا با تعطیلی به صرف باشگاه ها این ویروس در مترو در دور همیهای شبانه در عزا در عروسی در این اتفاقات سرایت پیدا نمیکنه و ما اگر میخوایم این حلقه رو بشکنیم ما به یک تعطیلی مینیموم یک ماهه همهگیر احتیاج داریم که یک بار از شر این ویروس خلاص شیم پروازه رو به بیرونمونم ببندیم و مراق... مثل کشورهای دیگه که این کارو کردن ولی من چیزی که نگرانم میکنم و نمیبینم تو این کشور این که این عزم وجود نداره و این نیم بند این کارو جلو برده اینه که هم ما از اقتصادمون میفتیم هم از سلامتمون میفتیم و در نهایت هم از شر این ویروس خلاص نخواهیم شد من با این موضوع از نظر پزشکی و داروسازی موافق هم من نظر اقتصاد مخالفم. احساس میکنم اقتصاد از همه چی قوی تره کاوه من خودم نظرم همینه که باید اینجوری شلاکتم ولی فرض کن فرض کنم فردا همه موندن تو خونه اوکی اونی که اجاره خونه باید بده اوکی میگن چی صابونه نگیره صابونه یه جا دیگه اجاره باید بده باید بده اقتصاد پاش رو دومه. اقتصاد وقتی یک فشار یک مح... که یک ماه بس که یک ماه تعطیلی عمومی که ما تجربه کردیم یا با نیم بند سه تو کجا سال تو ایران تجربه کردیم؟ آره ما یه روز باشگاه ها رو تعطیل میکنیم یه روز رستوران ها رو نه میگم یه ماه لاکداون کامل نداشتیم ما همین عرض من دیگه اگر ما جای اینکه هی اینو اون رو تعطیل بکنیم و این همه خسارت ببینیم من اعتقادم اینه که ما یک ماه لاکداون کامل داشته باشیم اتفاقات کاملا تغییر میکن. و چون شما بهتر میدونی این ویروس یه کسی رو میخواد که حملش بکنه وقتی این به وجود نیاد از بین میره و بعد ما میتونیم به جریان عادی در زندگی برگردیم ما هر بار که با هم صحبت میکنیم در مورد این موضوع یک جوری آمار بالا رفته یک جوری آمار بالا رفته که واقعیت انقدر صحبت ها زیاد در مورد کرونا که همه خسته میشن ولی دوست داشتم تو ورزش هم این صحبت بشه که شد نزدیک به بیش از یک ساعت و نیمه که باهات صحبت کردم خیلی خوشحالم شدم این قولو میگیرم ازت که دوباره بیایم این دفعه بحتمان. با شاید خانم حجازی هم بیاد بچه قهرمان اسکیت هم بیان و فاکی هم بیان صحبت ها رو بکنیم اگه در آخر چیزی داری من سراپا گوشم اگر نه که بریم فرشته رو ببینیم دکتر من تو بحثمون یه صحبتی کردیم که آدم وقتی یه چیزی میده یه چیزی به دست میاره اون استنشالیزم میگه وقتی یکی از تو میخواد که بری سخنرانی بکنیم فکر کن که اگر بری چی به دست میاری و اگه نری چی از دست میدی این برای اینکه تو اولویتاتو پیدا بکنی من وقتی شما به من گفتی بیا با هم گپ بزنیم احساس کردم چیزی که به دست میارم اینه که علیرضا نیکو رو یه یک ساعت و نیم با تمام وجود میبینمش با هم صحبت میکنیم تلفنامو خاموشه و یه لذت بزرگی برای من داشت برای اینکه من همچنان اعتقاد دارم تو دکتر آز ایرانی <applause> و خدمت عرض بکنم که امیدوارم یه روزی پلتفرم بزرگتری برات به وجود بیاد که بتونی ایدهاتو و اون خلاقیتتو و اون هوش سرشارت رو <تصفيق> <تصفيق> که تو هر جریانی میاد بهره ویژه ازش میشه گرفت در حقیقت با بقیه به اشتراک بذاری ممنونم از این وقتهایی که داری میذاری از این کاری که داری میکنی بسیار کار مهمی داری میکنی حتما برنامه که داشتی برنامه ویژت نخواهد بود ولی من مطمئنم مطمئن مطمئن که برنامه ویژه خوب خواهی داشت و از این که امروز من دعوت کردیم هم مرسی از این که اومدی دمت هم گرم از این تعریف هایی که واقعا شایسته من نیست کردی خیلی ممنون میبینم از کابه خیلی مخلصم خواهد. مرسی <تصفح> مشتایی چیز هم دارد. آره دمت ماده برین تو زمین اوبا مجزه بیرون بیاد ایران گریه کار دختران نیست و اصلا تبرو میکردم که خب گریه نکنم دنیا پر از بازی کنه تا اونی باش که بازی رو عوض کنه باید همه دنیا ببینن که ما بهترین هستیم خیلی زورشون از ما بیشتره پدر صاحبم رو در میان فردا. Let's go! Oh, oh, oh.